با سلام و درود خدمت شما وقتتون به خیل تحلیل هفتگی در خدمتتون هستم هفته ای که تعطیلی فردا دوشنبه بازارای نیوزیلند، استرالیا، اروپا میتونم بگم کشورهای مختلف فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا تعطیل و یه هفته رو داریم که اوپنینگ بازار رو خیلی از بروکرها شاید انجام نشه اگر انجام شه احتمال گپ های فراوون هست و البته خبرهایی که تو این هفته سگانه سی پی آی پی پی میتونه تعیین کننده بازار باشه جمعه گزارش بیکاری و اشتغال اومد در حال این گزارش ها اومد که اصلا یه چیز عجیب و غریبی به بازار گفت یعنی کاملا بیکاری بهبود پیدا کرده به عدد 3.5 درصد رسید و اشتغال یه عدد بیشتر از پیشبینی کارشناسا رو داشت که بدک نبود تو اشتغال اما این هفته هنوز بازار به اینا واکنش نداده خیلی از بروکرا تعطیل بوده طلا رو نداشتن طلا روز جمعه ترید نشده و خیلی از چارت دیگه پس بنابراین اولین مواجهه بازار مواجهه با در حقیقت میتونم بگم حجم بالا میتونه نیویورک سشن روز دوشنبه 10 اپریل باشه و ببینیم چه اتفاقی میفته اما اخبار مهم این هفته رو اول بگم فردا تو وبینار هفتگی رأس ساعت 9 شب به وقت ایران در مورد سی پی آی صحبت خواهیم کرد خبری که روز چهارشنبه میاد و بسیار عدد جذابی داره اگه فردا مهمون وبینار رفتگیمون به صورت لایو باشی در مورد سی پی آی حالا سناریوی مختلف فروش روش میچینیم با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم و دو تا تکنیک خیلی جالب رو ترید تریدای خبری بهتون میگم روز چهارشنبه یه خبر مهم دیگه هست بعد استرالیا و نیوزیلند حالا کار به دلار کانادا کشیده که قرار دلار کانادا بهره رو دولت کانادا بانک مرکزی ثابت نگه داره رو 4 درصد بمونه یه خبر بسیار مهم در واقع افونسی میتینگ خواهد بود روز چهارشنبه و البته نرخ اوراق قرضه ده ساله که میتونه تعیین کننده باشه بازار همینجوری ادامه پیدا میکنه میرسه روز پنج شنبه حالا تو بازار آسیا البته روز پنجشنبه گاورنر بیلی صحبت خواهد کرد ایمپلویمنت چنج آن ایمپلویمنت ریت دلار استرالیایی میاد که خیلی مهمه به خاطر اینکه آن ایمپلویمنت ریت و الان کارشناسا پیش بینی میکنن که به عدد 3.6 برسه خیلی ها استرالیا رو پیدا کن میخواد به 3.6 درصد نرخ بیکاری برسه آمریکا هم جمعیتش پیدا کن 3.6 درصد دو تا اقتصادی که عددشون تقریبا برابر همدیگن روز 5 شنبه بریتانیا هم جی دی پیش خواهد اومد بسیار میتونه مهم باشه اما تایم نیویورک قرار پی پی آی بیاد و آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی و البته یه اوراق قرضه سی ساله هم قرار بیاد کاملا نرخ بهره داره در واقع خودش رو نشون میده این هفته تو اخبار تورمی مثل سی پی آی و در حقیقت دو تا اوراق قرضه مخصوصا سی ساله روز پنجشنبه سیزده هم بسیار مهم و روز جمعه گل ها که مخصوصا تو بازار سهام میتونه تاثیرگذار باشه ریتل سلز که بسیار جالب هم داره منفیتر کمتر از دوره گذشته میخواد اعلام بشه و البته یه کانسیومر سنتیمنت که جهدهی مصرف کننده های الات متحده رو نشون میده در کنار این کانسیومر سنتیمنت خب قاعدتا اینفلیشن اکسپکتیشن میتونه عدد جالبی باشه که فوق مهمه روی دلار آمریکا اینفلیشن یا تورمی که وجود داره و قبل از این خبر روز جمعه اینفلیشن خب CPI آی اومده پی, پی آی اومده ریتل سلز اومده و اینا پیش زمینه اخباریه که میتونه تأثیر گذار باشه برای تصمیم آینده فد پس این هفته همراه باش روز دوشنبه سناریوهاش رو مورد بررسی قرار میدیم و از دلش کلی مطلب جالب براتون میگم پس اگه فرصت داری دوشنبه رو از دست نده چارت تلا رو دارم تلا قطعا ناپیوسته خواهد شد گپا رو قطعا این هفته در حقیقت در نظر میگیرم اما طلا بسیار جای جالبی ایستاده روی اون زخامتمون ایستاده تلا هم میتونه از پایین بگم اولین سناریویی که میبینم بیاد پایین از اینجا بای بک بکنه اگه موقع این پایین اومدن حرکت نزولی هم بده بسیار جذاب میشه طلا به نظرم میتونه نمیدونم با گپ باز بشه بدون گپ باز شه یا میتونه کاملا این حرکت رو ادامه بده البته اگه فردا با هم باشی بهت میگم چرا سناریوی مختلفی رو بررسی میکنم به خاطر اینکه خبرهای مهم میداریم تو طول هفته آینده که میتونه هر کدومش یه جا باعث سلاف تلا بشه سی بیاد یه جوری بیاد که تلا سلاف بکنه بعد دوباره تلا بخواد حرکت کنه نمیدونم ریتل سلز باشه اینفلیشن باشه حرکت کنه بره بالا و آل تایم هایش که این بالا قرار گرفته البته یه سوینگ قبلش هست سال 2021 و امیدوارم که ببینیم حرکت های ترکیبی طلا سال 2020 آگست 2020 بود بله که این آل تایم های طلا زده شده و ببینیم میتونه پتانسیلش رو داره هفتگی طلا رو اگه ببینین طلا هفتگی دو تا ضعف سلرم داد و به نظر هفتگی رو نگاه میکنیم داره حرکت میکنه به سمت بالا اما میتونن قطعا در دل حرکت های ویکلی کندل ویکلی حرکت های دیلی یا حتی تایم های پایین تر که هنوز جذابه به نظر من چهار ساعتش هنوز جذابه با اینکه های زیادتری دارم یه ترنینگ پوینت هم اینجا میذارم بسیار جالب ساختاری که زده چهار ساعته و اگه 6 ساعته یا 12 ساعته داشته باشین تلا براتون جذابتر میشه پس ببینیم حالا فردا احتمالا تو وبینار هفتگی بازار که باز شده میتونیم دید بهتری رو از طلا داشته باشیم DXY وای ماهیانش به نظر من جالبه و چارت دیلی شاید رو این هفته سی پی آی بتونه یه جمع و جوری خودشو بکنه چارت دلار ایندکس دلار بیت کوین 4 ساعتش همچنان جذاب دیگه تحلیلش نمیکنم چون قشنگ رفته تو همون در واقع 4 ساعته ای که میخواستیم اون چهار ساعته تبدیل به یه دیلی در حقیقت دامنه حرکتی شده که توی این کندل سعودی جا گرفته نگاه کنین این در دل این کندل سعودی این حرکت جا گرفته و ببینیم به نظرم با ایران نتونستن بشکنن سلرام فشارشون اونقدر نبوده بازار دنبال یه خبر یه هیجان و یه شاید مومنتوم باشه شاید ساعت ساعتهای آینده که بازار باز شه بتونه این مومنتوم بریک اوت رو داشته باشه یا اینکه در واقع آماده بشه برای فالس از پایینم هم همینجور تو چهار ساعته قطعا تحلیل های هفتگی هفته گذشته رو ببینین رو فور کاملا حتی این ناهیایی هم که گذاشتیم هم توضیح دادیم نفت اون حرکت سعودی رو شروع کرد از کف جمع و جور کرد رسیده بالا یه گپ هم زده و بازارش به نظرم تو دیلیش میتونه گفتیم توضیح دادم که به 86 دلار میتونه برسه دقیقا با گپه اومده رو خبر اومده و اما هنوز 86 دلار رو تاچ نکرده ببینیم تا اونجا برسه میتونیم هم منتظر نزول نفت باشیم یا اینکه نفت بیاد در واقع اینجاها یه تله گذاری بکنه بعد یه حرکت کامپلکس تر و پیچیده تر شکل بده به سمت بالا ببینیم واکنش اوپک خبرهایی که این روزا تو نیوز های نفت میاد بسیار میتونه تأثیر گذار حتی ذخایر هفتگی نفت یو اس سی اچ اف دیلیش رو اگه بیارم دیلی یو اس دی سی اچ اف بسیار جذابیه که من اینا رو حذف کنم میتونه بهتون کمک بکنه خیلی قشنگ اومده جای جالبی ایستاده تست کرده صفر نه رو نه دهم ده رو تست کرده و بنابراین اگه نگاه کنین اینجا یه عدد رون داریم صفر نه دهم ده اگه کف تورم باشه این هفته میتونیم ببینیم شایدم انتظار معاملهگرا قبل در واقع اعلام خبرها این باشه که خبرهای خوبی رو دلار باشه و بعد یه حرکت سعودی رو رو دیلی دلار در واقع شاهد باشیم نزدک اسمپی دقیقا کپیه هم دیگه قرار گرفتن یه ناحیه بالاتر دارن به نظر بازار داره میره بالا اما احتمال حالا حرکت نزولی توی این بازار هم هست برگرده بازار به خاطر اینکه خبرای مهمی داریم دونه دونه روز به روز باید بریم جلو و در واقع چارت داو جونز که از ناحیه پایینمون برگشت نشسته رو ناحیه بالا و ببینیم این هفته هم میتونه نشانه های برگشت رو از اینجا بده این مومنتوم رو خونسا کنه برگرده بریزه پایین هم هم این که میتونه در حقیقت ادامه حرکت و رفتار سعودیش بشه به شرط که اخبار چجوری اعلام میشه اگه این هفته رأس ساعت 9 شب به وقت تهران تو وبینار هفتگیمون که در حقیقت به صورت رایگان از طریق کانال یوتیوب برگزار میشه شرکت بکنی دلیل این رو بهت میگم که چرا معمولا تو تحلیل های هفتگی هر چیزی که تحلیل میکنم هم سعودیش رو میبینم هم نزولیش هم در حقیقت پرایس اکشن رو جوری میبینم که حرکت کنه به سمت بالا بره هم پرایس اکشن رو یه سناریوی شاید بر اساس اون چارت داشته باشم مثلا رو ناحیه بالا که برای سقوط احتمالی اون چارت باشه هر جا از این هفته جذاب درجه که رو برات پیش بینی میکنم از تعطیلاتت لذت ببر روزای تعطیل بازار پشت چارت نشین و هر موقع مومنتوم تو بازار بود همه بانک مرکزی ها بودن کار بکن هر جاسی سالم تندرست موفق باشی وبینار هفتگی در خدمتتونم خدا نگه.